Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. En cette journée internationale des droits de l'homme, je voudrais saluer tous les militants qui se sont sacrifiés pour cette cause. Il y a 3 semaines, Madame Danielle Mitterrand, un symbole célèbre de ce combat, nous a quittés et je salue sa mémoire. Nous tenons notre conférence sur la crise humanitaire d'Ashraf dans un pays qui est le pays des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens après la Révolution française était une source d'inspiration pour beaucoup de lois internationales, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'espère que cette conférence va contribuer à une solution pour un des cas humanitaires les plus sensibles d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation des résidents d'Ashraf. Si vous permettez-moi, je vais continuer en persan. شخصی از های والا مقام، صاحب نظران محترم، دوستان عزیز. امروز روز جهانی حقوق بشر است. 63 سالگرد روزی که مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان آرمان مشترکی برای تمام ملت ها تصویب کرد. نسبت به همه زنان و مردان شجاعی که برای این آرمان مبارزه کردند ادای احترام می‌کنیم. امروز صدای پروفسور کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر ایران رو دوباره می‌شنویم که گفت ما تاریخ حقوق بشر حقیقی ایران را با خون خود می‌نویسیم. شجاعان و قهرمانانی همچون 120,000 از بهترین فرزندان مردم ایران که در 3 دهه گذشته توسط آخوندها اعدام شده اند و از جمله 30,000 زندانی سیاسی سرفرازی که در سال 67 قتل عام شدند. این کتابی است که تعدادی از اسامی 30,000 قتل عام شده زندانی سیاسی در سال 67 در اون گردآوری شده. بله، همه اینها از یک مقوله مجرد و یا محدود اون رو به یک مقوله اجتماعی و پیشتاز برای یک خلق تبدیل کردند. بله، همه اونها از حقوق بشر آرمانی رزم‌آور و پیشتاز ساختن. پس درود بر همه شهیدان راه آزادی و درود بر این زنان و مردانی که الان در اشرف در سخت‌ترین اوضاع و در شرایط مرگ و زندگی پایداری می‌کنند. پرچمداران سرفراز همین آرمان حقوق بشر هستند. پیام مقاومت کنندگان در اشرف و پیام پاخواستگان در سوریه و سراسر خاورمیانه این است که دیگر دیکتاتورها نمیتوانند به بهانه حق حاکمیت مردم تحت سلطه خود را در خون و فاجعه غرق کنند. پیشرفت آرمان حقوق بشر اما در جهان امروز متاسفانه با دیوار قطور سیاست ها و منافع عقب مانده روبروست. از یک طرف دیکتاتوری هایی که قدرت خود را با سرکوب و جنایت حفظ می کنند، از طرف دیگر دولت ها و زمامدارانی که از سر وادادگی و یا به دلیل منافع حقیر در برابر توحش
سکوت می کند. حلق‌آویز جوانان ایرانی در خیابان‌ها، شکنجه بی‌رحمانه زندانیان سیاسی توسط دژخیمان خامنه‌ای، محاصره ضد انسانی ساکنان اشرف و همچنین شکنجه روانی 24 ساعته آنها با 300 بلندگوی گوشخراش در برابر انظار همگان است.